درود به یکایک شما دوستان خوبم در سر تا سر کره زمین. خدمتگزار شما مهرزاد هستم. ماننده همیشه آرزوی دلی شاد و تن سلامت رو برای شما از خداوند بزرگ ایران زمین دارم. دوستان، در هفته گذشته متاسفانه به دلیل گرفتاری که داشتم نتونستم قسمت ششم مجموعه که بسیار مورد توجه شما قرار گرفته، منظورم مجموعه بله گفتگو با یک بیگانه یا همون ماتیلدا رو متاسفانه براتون آماده کنم و پخش کنم. خب این هفته برای شما جبران اون خطای خودم رو امیدوارم بتونم بکنم و این هفته دو قسمت رو من برای شما آماده کردم. دوستانی که پیگیر این ماجرا هستند میدونن که تا به امروز من 5 قسمت از گفتگو با یک بیگانه که بر اساس یک مصاحبه واقعی نوشته شده رو براتون آماده پخش کردم. امروز قسمت های ششم و هفتم مجموعه رو با همدیگه به تماشا می‌نشینیم. امیدوارم که مثل همیشه این قسمت هم مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره و با کامنت های زیبای خودتون در زیر این ویدیو من رو مانند همیشه یاری کنید. یکایی که شما عزیزانم رو دوست دارم و برای شما دلی شاد و پر از عشق بار دیگه آرزو میکنم. دوست داره یکایی که شما مهرزاد. نتیجه قطعی اینه که یک روح جاودان قادر به فرار نیست، چرا که اونها نمیتونن به یاد بیارن کی هستن و از کجا اومدن و با هیپنوتیزم به اونها تلقین شده که شخصی هستن از جایی و زمانی که همه مغایر با واقعیت اونهاست. افسر دنیای مرکزی که در بدن آرشیدوکت اوتریش بود ترور شد و به همین صورت توسط نیروی امپراتوری قدیم گرفتار شد. چون این افسر ویژه یک روح جاویدان دارای قدرت بالایی نسبت به دیگران بود، به پایگاه سری امپراتور قدیمی در زیر سطح مریخ برده شد. آنها او را در یک سلول زندان الکتریکی مخصوص زندان کردند. خوشبختانه این افسر نیروی دنیای مرکزی بعد از 27 سال توانست از زندان سری پایگاه مریخ فرار کرده و از اسارت نجات پیدا کند. زمانی که او از پایگاه سری امپراتور گریخ، یک راست به پایگاه مرکزی در کمربندی سیارک ها وارد شد. این افسر فرمانده دستور داد سفینه رزمنا به مختصات پایگاه سری مریخ رفته و به آن حمله کرده و تمامی پایگاه را به کلی نابود بکنه. این پایگاه امپراتوری قدیمی در چند صد مایلی شمال خط استوای مریخ و در منطقه سیدونیا واقع شده. گرچه پایگاه نظامی امپراتور قدیمی نابود شد، ولی متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه‌های صفحه تصویر روحیاب، هیپنوتیز کننده، توهمزا و غیره در اماکنی که کشف نشده بود تا امروز مشغول به کار است. پایگاه مرکزی امپراتور قدیمی و یا مرکز کنترل عملیات کنترل مغزی زندانیان هرگز پیدا نشد. بنابراین این تأثیر و نفوذ اثرات این پایگاه یا پایگاه‌های دیگه هنوز پا برجاست. دنیای مرکزی مشاهده کرده از زمانی که نیروهای امپراتور قدیمی در این نقطه نابود شدند، هیچ کس از کهکشانهای تحت قلمرو امپراتور قدیمی روح جاویدانی به طرف کره زمین نبرده است. از این رو اکنون کره زمین یک منطقه جهانی در این ناحیه از فضا به حساب میاد. در این بخش توضیح می دهم که چرا ترکیبی از نژادها، زبانها، قواعد اخلاقی، فرهنگها، سلایق، ادیان و گرایش‌های سیاسی بسیار متفاوت در کره زمین وجود دارد.
تعداد و تنوع ناهمگون جوامع در کره زمین بسیار بیش از یک کره معمولی است. اکثر سیاره هایی از نوع کره زمین که جزء خورشید نوع 12 کلاس 7 طبقه بندی می شود، کراتی هستند که معمولاً فقط یک نژاد با یک نوع بدن و کالبد در آن ساکن هستند. علاوه بر این، بیشتر تمدن‌های باستانی زمین و بسیاری از وقایعی که در کره زمین اتفاق افتاد به شدت تحت تاثیر عملیات مخفی و هیپنوتیزم پایگاه امپراتور قدیم بودند. به دلیل اینکه با تمام قدرت این پایگاه مخفی نگه داشته میشه، با صفحات تصویری و تله‌گذاری محافظت میشه. تا کنون هیچ کس نفهمیده که دقیقاً از کجا و چگونه و توسط چه افرادی این عملیات اجرا میشه. هیچ عملیاتی برای شناسایی اون انجام نشده تا شبکه گسترده الکترونیکی که شامل صفحات نیروی شوک دهنده روح جاودان و دیگر تجهیزات در این گوشه از کهکشان کشف کرده. تا وضع بدین گونه از ما قادر به جلوگیری و یا ایجاد وقفه در کار شوک الکتریکی، هیپنوتیز و کنترل اندیشه از راه دور امپراتور قدیمی در این سیاره زندان نیستیم. البته تمام اعضای خدمه دنیای مرکزی و نیروهای اعزامی در حال حاضر کاملا مراقب هستند که از اسارت در تله‌های شناسایی و ضبط امپراتور قدیمی در منظومه خورشیدی جلوگیری کنند. درسی در مورد تاریخ اخیر. این مصاحبه به من درس تاریخی داد که در متن هیچ کتابی که تاکنون در روی کره زمین نوشته شده است و نمیتوان یافت. دنیای مرکزی دیدگاه بسیار متفاوتی با دیدگاه ما از اتفاقاتی که در روی زمین میافته داره. فوق سری دستنویس رسمی نیروهوایی آمریکا، پایگاه رازول، گروهان بمب 509. نیروی اعزامی دنیای مرکزی از سال 1150 مشاهدات تازه‌ای در علم و فرهنگ دنیای غرب داشته. زمانی که بقایای باقی مانده از ناوگان فضایی امپراتور قدیمی رو در منظومه شمسی نابود کرد، تأثیر عملیات هیپنوتیزم و کنترل از راه دور کمی پس از اون کاهش یافت، اما همچنان به طور کلی باقی مونده. ظاهراً مقدار کمی آسیب به عملیات کنترل ذهنی از راه دور امپراتور قدیمی رسید که منجر به کاهش قدرت این سازوکار شد. در نتیجه بعضی از ایده های مربوط به تکنولوژی که امروز اعلام می گردد و باعث پیشرفت می شود در واقع یادآوری قسمتی از خاطراتیه که از تکنولوژی پیشرفته گذشته که قبلاً به خاطر سپرده بودیم هست. در زمانی که به آن دوران تاریک اروپا میگوییم، ظلم و ستم فراوان شد و پیشرفت علم و آگاهی کاهش یافت. ولی از آن به بعد شناخت قوانین اساسی فیزیک و برق عملاً یک شبه فرهنگ و زندگی ساکنان زمین را متحول کرده. توانایی به یاد آوردن تکنولوژی توسط بسیاری از نابغه های ارواح جاودان باعث شد این تکنولوژی برای جامعه انسانی روی کره زمین تا حدی بازسازی شود. زمانی که سرکوب زیاد نبود، قبل از سال 1150، سر اسحاق نیوتن بهترین مثال برای این مرحله است. تنها طی چند دهه او توانست تنها چندین رشته علمی و ریاضی عمده و بنیادی را ایجاد کند. آن مردی که این علوم را به خاطر آورد، قبل از اینکه به زمین فرستاده شود، این علوم را می دانست. به طور معمول هیچ کس نمی تواند به اندازه این دانشمند و ریاضیدان در طول عمر یک انسان تحقیقات و کشفیات داشته باشد. حتی اگر صدها سال هم زندگی کند، میلیون‌ها میلیون سال طول کشیده تا در تمدن انسانی این علوم ایجاد بشود. ارواح جاودان بر روی زمین فقط شروع به یادآوری مقداری کمی از تمام فناوری‌هایی که در سرتاسر جهان وجود دارند را به یاد آوردند. از لحاظ تئوری اگر مکانیسم فراموشی که بر روی زمین اثر می‌کند به طور کامل شکسته شود، ارواح جاویدان تمام حافظه خود را دوباره به دست می‌آورند. متأسفانه پیشرفت‌های مشابهی در علوم انسانی دیده نشده.
و ارواح جاودان رفتار بسیار بد و ناهنجاری نسبت به یکدیگر در روی زمین دارند. این رفتار تا حد زیادی به اثر تلقین‌های هیپنوتیزمی در بین زندگی‌های مختلف انسان‌ها بستگی دارد و ترکیب غیر معمول از زندانیان در کنار یکدیگر در زمین، یعنی جنایتکاران، منحرفان، هنرمندان، انقلابیون و نابغه‌ها علت به وجود آمدن یک محیط پرآشوب و پرسرصدا هستند. هدف حفظ کره زمین به عنوان سیاره زندان، نگه داشتن ارواح جاودان در زمین برای همیشه است. تبلیغ جهل، خرافات و جنگ بین ارواح جاودان کمک می کند تا جمعیت زندانیان فلج شده و به دام افتاده در پشت دیوار شبکه شوک الکتریکی نگه داشت. ارواح جاودان از تمامی کهکشان ها به زمین فرستاده شدند. از کهکشان‌های مجاور و از منظومه‌های ستاره‌ای سراسر قلمرو امپراتور قدیمی، امثال شعرای یمانی، خوشه پروین، شکارچی، دراکونیس و منظومه‌های دیگر. در روی زمین ارواح جاودانی هستند از نژادها، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و شرایط محیطی کرات ناشناخته. هر جمعیتی از ارواح جاودان، زبان، باورها، ارزش‌های اخلاقی، اعتقادات، تعلیمات و تاریخ ناشناخته و منحصر به فرد خود را دارند. این ارواح جاودان با ساکنان پیشین زمین که از یک سیستم ستاره دیگر آمده بودند در هم آمیختند و حدود بیش از 400 هزار سال پیش تمدن آتلانتیس و لموریا را تشکیل دادند. این تمدن‌ها زیر امواج سهمگین دریا که بر اثر جابجایی قطب زمین ایجاد شده بود نابود شدند. هزاران سال قبل از اینکه جمعیت حاضر زندانیان وارد شوند، ظاهراً ارواح جاودان آن منظومه ستاره‌ای منبع اصلی نژادهای شرقی در زمین بود که از استرالیا شروع شد. از طرف دیگه تمدن‌هایی که در زمین بر اساس نظام زندان امپراتوری شکل گرفت با تمدن‌های خود امپراتور قدیمی تفاوت داشت. مانند یک نمایشگاه الکترونیکی فضایی بود. مجموعه نیروهای اتمی و سلاح‌های اتمی که تمدن‌های باستانی را فتح کرده بود و به وسیله ارواح جاودان کهکشان‌های دیگه مستمره شده بودند. بوروکراسی که امپراتور قدیمی با اون حکومت میکرد مربوط به جامعه فضایی باستانی اوپرا بود که توسط یک کنفدراسیون تمامیت خواه دول سیارهی اداره میشد، شامل یک اقتصاد بیرحم مادیگرایانه، قواعد اجتماعی و سلسله مراتب سیاسی تنظیم شده بود و یک پادشاه سلطنتی سمبول آن بود. این گونه حکومت‌های پادشاهی در سیاره‌های ظهور پیدا می‌کنند که شهروندان مسئولیتی حس نمی‌کنند و از خود مختاری محروم شدند. اونها اکثراً آزادی خود رو بر اثر اعمال خشونت و ضرب و شد از طرف ارواح جاویدانی از دست می‌دهند که از توهم اینکه فکر می‌کنند دیگران با آنها دشمن هستند در رنج هستند و باید نابود شوند. نزدیکترین دوستان و متحدان اونها کسانی هستند که اونها را دوست می‌دارند و به آنها عشق می‌ورزند و آنها را گرامی می‌دارند. به معنای واقعی کلمه حتی حاضرن به خاطر اونها بمیرن. از آنجا که چنین ارواح جاودانی وجود دارند، دنیای مرکزی آموخته که آزادی باید با هوشیاری ابدی و توانایی استفاده از نیروی دفاعی برای حفظ آن به دست بیاد. در نتیجه دنیای مرکزی در حال حاضر سیاره امپراتور قدیم را تسخیر کرده و تمدن دنیای مرکزی اگرچه جوانتر و کوچکتر بود پیروز شد. در حال حاضر دنیای مرکزی قدرتمندتر با سازماندهی بهتر و با احساس احترام متقابل و مسئولانه که قبلا در امپراتور قدیمی سابقه نداشت با کهکشانهای دیگه متحد شده. حکومت تمامیت خواه فاشیست آلمان هم مانند حکومت امپراتور قدیم بود. البته آنقدر وحشیانه نبود و قدرتی 10,000 برابر کمتر از امپراتور قدیم داشت. بسیاری از ارواح جاودان اینجا در کره زمین هستند، زیرا با حکومت تمامیت خواه خود مخالف بودند. یا آنقدر به حکومت بدبین بودند که حکومت امپراتور قدیمی نمیتوانست آنها را کنترل کند.
در نتیجه جمعیت زمین به طور غیر مستقیم از درصد بسیار بالایی از این موجودات تشکیل شده. تضاد فرهنگی و اخلاقی ارواح جاودان در زمین غیر معمول و افراطیه. دنیای مرکزی سیارات اصلی امپراتور قدیم را با توپخانه‌های الکترونیکی تسخیر کرد. شهروندانی که هسته اصلی امپراتور قدیم را تشکیل می‌دادند، پلید بودند، پس بودند. یک جامعه با برده‌های بدون تفکر، کارگران مالیات بده، آدمخوارها، مسابقه‌های اتومبیل‌رانی خشن همراه با خونریزی. تفریح اونها مانند سرگرمی رومیان بود که حیوانات را به جان گلادیاتورها مینداختند. یادداشت شخصی ماتیلدا. صرف نظر از هر توجیه معقولی که ممکنه برای استفاده از سلاح‌های اتمی داشته باشیم، برای پیروز شدن بر سیارات امپراتور قدیمی، دنیای مرکزی مراقبه که منابع و مواد خام این سیارات رو با رادیواکتیو آلوده نکنه. تمدن فعلی ایالات متحده آمریکا شروع به تقلید ویژگی‌های اون تمدن کرده، مخصوصاً در طراحی هواپیماها، اتومبیل‌ها، کشتی‌ها، قطارها، تلفن‌ها و به همین ترتیب ساختمان‌هایی در شهرهای زمین به شکل مدرن یا آینده‌نگر هستند که بسیار شبیه به طراحی معماری امپراتور قدیمی می‌باشد. دولت امپراتور قدیم قبل از اون که توسط جهان مرکزی جایگزین شود، از موجودات باهوشی تشکیل شده بود که بسیار پلید بودند. بسیار شبیه به متحدین در طول جنگ جهانی اخیر شما. این متحدین هم دقیقا همان رفتار حکومت کهکشانی و امپراتور قدیمی که اونها را به کره زمین تبعید کرده بود رو نشون می دادن. اونها یک یادآوری فریبنده بودن از توانایی بی نظیر ارواح جاودانی که اغلب رفتارهایی رو که از دیگران دریافت کردند رو آشکار می کنن. مهربانی مهربانی رو تشدید میکنه و بیرحمی بیرحمی رو میآفرینه. کسی باید توانایی و اجازه استفاده از قدرت رو داشته باشه که آگاهانه از آسیب دیدن بیگناهان جلوگیری کنه. با این حال درک فوق‌العاده منظم بودن و داشتن شجاعت برای جلوگیری از خشونت لازمه. فقط یک دولت خودمختار شیطانی متفکرین و دانشمندانی رو به خدمت میگیره تا تصور خودش رو نسبت به راه حل نهایی هر مشکلی به اجرا در بیاره. یعنی کشتن و به طور مداوم پاک کردن حافظه هر هنرمند، نابغه، متخصص، مدیر، مخترع و اونها رو با یکدیگر به زندان سیاره‌ای بکشونه و در کنار مخالفین سیاسی، قاتلان، دزدها، منحرفین و موجودات ناتوان کل کهکشان قرار بده. هنگامی که ارواح جاودان از امپراتوری قدیمی اخراج و به کره زمین فرستاده شدند، به تمامی آنان فراموشی داده شد با ترفندی به وسیله هیپنوتیزم تا ارواح جاودان فکر کنند اتفاق دیگری برای آنها افتاده. قدم بعدی جای دادن ارواح جاودان در بدن بیولوژیکی بر روی زمین بود که از بدنهای جوامع انسانی تشکیل شده. اونها دارای تمدن غیر واقعی بودند که طراحی شده و در ذهن ارواح جاودان تلقین شد تا هیچ شباهتی با تمدن امپراتور قدیمی نداشته باشه. تمامی ارواح جاودان از هند و مصر و بابل ها، یونان و روم و اروپای قرون وسطا با الگوی ساخت عناصر فرهنگی اون جوامع ارواح جاودان پیشگام در گذشته پایه‌ریزی شد و نیز توسعه یافت. مشابه تمدن‌هایی که در سیارات گرداگرد ستاره نوع 12 کلاس 7 برای تریلیون‌ها سال در جهان وجود داشتند. نخستین گروه ارواح جاودان فرستاده شده به سیاره زندان در هند زندگی می‌کردند. گروهی از اونها به تدریج مهاجرت کردند به بین النهرین، سپس به مصر یا همان آخانیا، بعد از چندی به آمریکای میانه، یونان، روم و در خاتمه به اروپای قرون وسطا و جهان جدید. تا امروز اونها تحت تأثیر دستورات هیپنوتیکی
اپراتورهای زندانبان امپراتور قدیمی که همگی از یک الگوی خاص تمدن پیروی می کردن. این مکانیسم مؤثری بود برای پنهان کردن زمان و موقعیت واقعی از دید ارواح جاودان در کره زمین. زبان، لباس و فرهنگ هر تمدن مجازی برای تقویت فراموشی ایجاد شده تا ارواح جاودان زمین به یاد نیارن چگونه از سیاره اصلی خود در امپراتور قدیمی اخراج شدند. در زمانهای بسیار دور و گذشته این نوع از تمدن‌ها تمایل داشتند که خود را دوباره و دوباره تکرار کنند، چون ارواح جاودانی که اونها را ایجاد کردند با الگو و مدل اونها آشنا هستند و با آن کاملا سازگار شدند. کل یک تمدن را ابداع و ساختن کار بزرگی است، اون هم به طور کامل با فرهنگ، معماری، زبان، آداب و رسوم ریاضیات، ارزش‌های اخلاقی و غیره. ساخت نسخه کپی شده از یک الگوی آشنا که موفق بوده بسیار راحت تره. موضوع مصاحبه یا درس بعدی من با EBE قسمتی از تاریخ زمین و منظومه خورشیدی و فضای اطراف اون هستش، به خاطر تصور و تجسم بهتر من از دنیای مرکزی. فوق سری، دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا، پایگاه رازبل، گروهان بمب 509. سیاره‌ای که جز منظومه ستاره 12 کلاس 7 دستبندی شود، شامل اشکال زندگی و ساکنینیه که حیات اونها مبتنی بر کربن و اکسیژنه. کلاس سیاره بر مبنای اندازه ستاره، شدت تابش تششعات ستاره، فاصله مدار سیاره از ستاره و اندازه سیاره، تراکم، گرانش و ترکیب شیمیایی سیاره می باشد. به همین ترتیب گیاهان و جانوران با توجه به نوع ستاره و کلاس سیاره‌ای که در آن ساکن هستند شناسایی میشن. به طور متوسط در جهان فیزیکی در سطح سیاراتی که فضای قابل تنفس دارن نسبتاً کمه. اکثر سیارات اتمسفری ندارن که بر اساس اون شکل‌های زندگی قابل رشد باشن، مانند زمین، جایی که ترکیب شیمیایی جو باعث رشد گیاهان و سایر موجودات می‌گردد و به نوبه خود از دیگر اشکال زندگی پشتیبانی می‌کند. در حدود 8200 سال پیش که نیروی دنیای مرکزی سرودهای ودایی را به منطقه هیمالیا آورد، برخی جوامع انسانی در آن زمان وجود داشتند. مردم آریایی به هندوستان حمله کردند و اون کشور را فتح کردند و شعرهای ودایی را به منطقه خودشون منتقل کردند. در حدود 7000 سال قبل وداها توسط اونها آموخته شد و حفظ شده و انجام شده پیش از اینکه از روی اون نوشته شود. در طول این مدت یکی از افسران نیروی اعزامی دنیای مرکزی بر روی زمین به عنوان ویشنو شناخته می شد. از او در کتاب باستانی ریگ ودا هندوها چندین بار نام برده شده و توصیف شده بود. هندوها او را به عنوان یکی از خدایان در نظر گرفته بودند. ویشنو در جنگ های مذهبی علیه نیروهای امپراتوری جنگید. مهاد
او یک روح جاودان قوی و مهاجم و همچنین یکی از افسران توانای رد بالا از نیروی دنیای مرکزی که از اون زمان به بعد وظایف دیگری در دنیای مرکزی به او محول شد. عنوان این قسمت: حمله و شورش سازماندهی شده علیه پانتئون مصری که توسط مدیران امپراتور قدیمی منصوب شده بود. این درگیری برای کمک به آزاد کردن بشریت از عناصر پدید آمده از تمدن غلطی بود که توجه بسیاری از مردم رو به خدایان و عبادت‌های خرافاتی مورد نیاز توسط کشیشان معطوف می‌کرد. این هم بخشی از دستکاری ذهنی توسط امپراتور قدیمیه تا عملیات جنایی خود علیه ارواح جاودان را در زمین پنهان کنه. از یک مقام روحانی و زندانبانها برای کمک به تقویت این ایده فردی استفاده شد تا به زندانیان تلقین کنند که آنها تنها یک بدن بیولوژیکی هستند، نه یک موجود معنوی جاودان. فرد هویت ندارد، افراد هیچ زندگی گذشته‌ای نداشتند، فرد دارای قدرت نیست، فقط خدایان قدرت دارند و خدایان. سرپرست کاهنان و روحانیون هستند که بین مردم و خدایان واسطه و شفاعت کنندن و به خدایان خدمت می کنند. مردم بنده خدایان هستند و اگر از کشیشان و روحانیان اطاعت نکنند، با مجازات معنوی و ابدی روبرو می شوند. چه چیز دیگری می توان از یک سیاره انتظار داشت؟ جایی که همه دچار فراموشی شدند و روحانیون و کشیشان خود زندانی هستند. مداخله نیروی دنیای مرکزی در زمین به دلیل عملیات مخفی کنترل ذهن امپراتور قدیمی که هنوز هم ادامه داره کاملا موفق نبوده. یک نبرد بین نیروهای امپراتوری و دنیای مرکزی بر سر مذهب آغاز شد. بین 1500 تا 1200 سال قبل از میلاد، نیروهای دنیای مرکزی تلاش کردند مفاهیم و کلیات را به یک فرد آموزش دهند. آن هم به ارواح جاودان موجودات قدرتمند و با نفوذ ساکن زمین. نتیجه یکی از این نمونه ها سوء تفاهم غم‌انگیزی بود. سوء استفاده و سوء تفسیر مفاهیم آن ایده به معنای این که تنها یک روح جاودان وجود دارد، به جای این حقیقت که هر کسی یک روح جاودان است. این ناخوشایندی رو به افسون و عدم تمایل کامل به مسئولیت قدرت خیشتن است. یک روحانی از امپراتور قدیمی موفق به از بین بردن مفهوم جاودانگی فردی شد با تلقین این تفکر که تنها یک موجود جاودان وجود دارد. نه انسان‌های قدرتمند و نه هیچ کس دیگر نمی‌تواند که روح جاودان باشد. این کار عملیات فراموشی امپراتوری قدیمیه. آموزش این تصور فاهی به افرادی که نمیخوان مسئولیت زندگی خودشون رو قبول کنند راحت و آسونه. بندگان جزء این افراد هستند تا زمانی که یک نفر تصمیم بگیره خود رو نیز مسئول خلقت قلمداد کنه. وجود داشتن و پاسخ بودن برای افکار و اعمال خود در برابر دیگران، نه تنها یک بنده بودن. در نتیجه این منجر به مفهوم تک خدایی توحیدی شد و توسط عده‌ای اعلام شد که خود خدا توسط پیامبرش اعلام کرده، مانند رهبر بردگان یهودی موسی که در خانه فرعون آمنهوتب سوم رشد کرد و پسر او اخناتون و همسرش نفرتیتی و همچنین پسرش توتانخامن. تلاش برای تدریس حقیقت وجود موجودات روی کره زمین به اونها، خودشان، ارواح جاودان، بخشی از یک طرح برای مضمحل کردن تصورات، تشبیهات و نسبت دادن خواص انسانی مثل دست و پا و غیره به خدا بود که توسط فرقه اسرارآمیز از امپراتور قدیمی به نام برادران مار ساخته شده بود. در مصر به آنان خادمان خدای آمون می گفتند. آنها یک جامعه بسیار باستانی و مخفی درون امپراتور قدیم بودند. فرعون آخناتون موجود باهوشی نبود و به شدت تحت تأثیر خود بزرگبینی و جاه طلبی شخصی خود قرار داشت. او مفهوم خدایان را به موجودیت روح یگانه تغییر داد و خورشید را خدای خود تصور کرد، خدای آتن.
حکومت مستصل او خیلی زود پایان یافت. او توسط دو تن از خادمان خدای آمون یعنی مایا و پارننفر ترور شد. حتی مسیحیان هم اذعان دارند که آنها حافظ منافع امپراتور قدیمی بودند. ایده خدای یگانه توسط موسی در زمانی که در مصر بود حفظ شد. او به همراه مردمی که در بین آنها زاده شده بود یعنی بردگان یهودی مصر را ترک کرد. در حالی که آنها از بیابان عبور می کردن، موسی توسط یکی از اعضای امپراتور قدیمی در صحرای سینا نزدیکی کوه با حقه دستورات هیپنوتیزمی اعتقاد پیدا کرد که این حادثه ساخته خدای یگانه است، مانند ترفندهای ظریف و فنی که امپراتور قدیمی برای تسخیر ارواح جاودان استفاده می کند. پس از آن برده‌های یهودی که به موسی اعتماد داشتند و کلام او به طور ضمنی مورد قبولشان بود، یک خدای واحد را عبادت کردند که او را یهوه نامیدند. نام یهوه به معنای ناشناس است. چنانچه روح جاویدانی که با موسی کار می‌کرد، نمی‌توانست از اسم واقعی خود یا هیچ نامی که باعث شناسایی او شود استفاده کند. یا پوشش عملیات فراموشی زندانیان را کنار بزند. آخرین کاری که یک اپراتور مخفی فراموشی زندانیان ممکن است انجام بدهد، شناسایی خود به ارواح جاودان روی زمین است. او هرگز نمی‌خواهد که این اتفاق بیفتد. آنها حس می‌کنند این ممکن است باعث بازگشت اطلاعات و خاطرات زندانیان بشود. به همین دلیل که تمام آثار برخورد فیزیکی بین اعضای تمدن فضایی و انسان‌ها به دقت پنهان شده، مخفی شده، پوشیده شده، انکار شده و یا به صورتی گمراه کننده تغییر داده شده است. این عامل امپراتور قدیمی در ارتفاعات نزدیک صحرای سینا با موسی تماس گرفت و از طریق انتقال ذهنی 10 فرمان هیپنوتیزمی را به ذهن او انتقال داد. این دستورات بسیار نیرومند هستند و ارواح جاودان را مجبور می کنند که وفاداری کامل نسبت به اراده عامل امپراتور قدیم را داشته باشند. این دستورات هیپنوتیک تا هزاران سال بعد الگوی اندیشه میلیون ها روح جاودان را تحت تأثیر قرار داده و هنوز هم در حال اجراست. در حقیقت ما بعداً کشف کردیم که آن را به اصطلاح یهوه، همچنین متن تورات را به صورت برنامه ریزی شده کدگذاری و دیکته کردند. در نتیجه وقتی به معنای ظاهری کلمه خوانده نشده بلکه در فرم رمزگشایی آن خوانده شود، اطلاعات زیادی را به کسانی که آن را بخوانند ارائه می دهد. در نهایت سرودهای مذهبی ودائی منبع تقریبا تمام ادیان شرقی بودند و منبع فلسفی ایده های مشترک بودا، لائوتسه، زرتشت و دیگر فلاسفه. تأثیر این فلسفه ها بر تمدن بشری سرانجام محبت و همدردی را جایگزین ادیان بت پرستی امپراتور قدیمی کرد. تو قبلاً از من پرسیده بودی چرا دنیای مرکزی یا تمدن‌های فرازمینی دیگر بر روی زمین فرود نمی‌آیند و یا حضور خود را آشکار نمی‌کنند. فرود روی زمین؟ فکر می‌کنی ما احمق هستیم یا دوست داریم حماقت کنیم؟ روح جاودان خیلی شجاعی باید باشد که از جو پایین آمده و روی زمین فرود بیاید. چون این یک سیاره زندان است با جمعیت روانی غیر قابل کنترل و هیچ تضمینی در مقابل اینکه ارواح جاودان دوباره ربوده نشوند وجود ندارد. همانطور که 8200 سال پیش نیروی اعزامی دنیای مرکزی به هیمالیا اسیر شدند. هیچ کس نمی داند که ارواح جاودان بر روی زمین چه می کنند. ما در حال حاضر برنامه‌ای برای سرمایه گذاری منابع دنیای مرکزی در این منطقه از فضا برای تحت کنترل قرار دادن آن نداریم. این در آینده‌ای نه چندان دور حدود 5000 سال زمینی با توجه به زمانبندی دنیای مرکزی اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر ما تمایل نداریم ارواح جاودان را از سایر سیستم‌های سیاره‌ای یا کهکشان‌ها به منطقه‌ای که دارای صفحات نیروی فراموشی دهنده است منتقل کنیم.
البته در نهایت این مسئله تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، زمین به طور ذاتی یک سیاره بسیار ناپایدار است. این برای سکونت دائمی یک تمدن پایدار مناسب نیست. این یکی از دلایل آن است که به عنوان یک سیاره زندان از آن استفاده می شود. به دلایلی ساده و قانع کننده، زیرا هیچ کس دیگر هم به زندگی در این سیاره فکر نمی کند. با سپاس و قدردانی از سرکار بانو خانم سلماس که زحمت گفتگو و انتخاب تصاویر شخصیت ماتیلدا با ایشون بود. از این بانوی زیبارو به شخص خودم حقیقتا تشکر میکنم، چرا که اگر زحمت های این بانو نبود، من به تنهایی هرگز قادر به ساخته این اثر نبودم.